از عدم ارادت دارم به شما همیانونی از ارجمندم. امروز دوشنبه است و برنامه امروز با حامد محمدی عزیز هستیم. برنامه رو رضا کیهان نازنین ما هدایت میکنه، عزیز سپاسگزارم. ایران داره روز به روز شرایطش بدتر میشه، متاسفانه شمار زیادی از شهرهای ایران دوباره به حالت قرمز برگشتن، یعنی پاندمی کرونا در ایران داره بیداد میکنه و در این مملکت هنوز هم هیچ اراده‌ای برای یک اقدام همه جانبه به قصد جلوگیری از شیوع کرونا وجود نداره. هنوز کسی کاری انجام نداده. اطلاعاتی که میگیره، اطلاعاتی که ما میگیریم پراکنده از سوی مقاماتی که اغلب هم حرفی میزنند بدونی که بعدا ما با نتایج ملموسش روبرو بشیم. و این در حالی است که برخی از کشورهای فقیر دنیا واقعا در این زمینه خیلی موفقیت داشتن. یکی از کشورهایی که امروز محصول اروپاست سربستانه، یوگسلاوی سابق، پایتختش بلگراد، در سه هفته نخست فاز اول واکسیناسیون و سه هفته دوم فاز دوم واکسیناسیون. میخوندم خاطرات یا یادداشت نویسنده برجسته آمریکایی رو، آقای پاول پولانسکی که البته زاده آمریکاست ولی فکر میکنم که تبار اروپای شرقی داره، به هر حال او در اونجا بوده. میگه بدونه که از من بپرسم من کی هستم، شهروند اونجا هستم یا نیستم، دو دقیقه بیشتر وقت من نگرفتن، به من رو واکسینه کردن، اومدم بیرون. نمیشن دستم اونجا آمریکایی، نپرسن سن چقدر، نه هیچ، همه رو دارن واکسینه میکنن. و جالبه که واکسیناسیون اختیاریه، اجباری نیست، مضاف این که شما حق دارید واکسنتون رو انتخاب بکنید، چینی، اسپوتنیک 5 روسی، واکسن فایزر، بیاتک، واکسن آسترازنکا، انتخاب با شماست. این جالبه و هیچ کشور دیگه با همچین وضعیتی نداره. اون وقتی مملکت نفتخیزی مثل ایران نگاه کنید، رهبران چطوری همه مسائل مملکت رو رها کردن، الان سرگرم استخدام مزدور هستن برای گروه فاطمیون در سوریه و تقویت نیروهای خودشون، یا کمک به آقای چین یونگ، کمک مالی برای اینکه زودتر بتونه برنامه های پیشرفته اتمی خودش رو در پیونگیانگ پیاده بکن. حامد محمدی عزیز، درود بر شما، خیلی خوش آمدی حامد جان. درود بر شما، خسته نباشید، سلام به همکاراتون و امیدوارم که سلامت باشید. حداقل وضعیت اونجوری که میخواید پیش رفته باشه، به ویژه از نظر اخبار و اطلاعاتی که از خانواده هاتون در ایران میگیری، چون من با همکارانم که صحبت میکنم هر وقت که زنگ میزنیم همچنان نگرانیم، مبادا کسی مبتلا شده باشه به کرونا، مبادا عزیزانی رو از دست داده باشیم. به هر حال روزگار اصلا خوبی نیستش، درسته برای همه مردم دنیا هستش، ولی خب گویا وضعیت مردم ایران خب با توجه به سیستمی که بر ایران حاکم هستش صد چندان استرس بیشتره، نگرانی بیشتره و ناامیدی. جالب، کاملا. سربستان در اروپا شماره یک، امارات در خلیج فارس، اسرائیل، کشوری مثل نپال با این فقرش اما سریعا واکسن رو تهیه کرد، از این واکسیناسیون رو شروع کرده. حامد جان، ترکیه که خیلی عقب بود در این زمینه، افتاده جز کشورهای پیشرو شده در زمینه واکسیناسیون. خب حالا میریم خبر وضعیت عابد رو بهتر شده. بفرمایید. در ترکیه وضعیت کرونا، خب اولا به لحاظ جمعیتی و فرهنگی شاید نزدیکترین کشور در منطقه به ایران باشه ترکیه، منتها خب با توجه به شرایط اقتصادی که داره، میدونید منابع نفت و گاز ترکیه نداره، آنچه که در میاره خب بخشش از کشاورزی است، بخشی صنعت توریسمه. بنابراین در یک سال گذشته از نظر اقتصادی بسیار ضربات سنگینی دیده این کشور. با این وجود تونسته با برطرف کردن یا به حداقل رسوندن چالش های سیاسی خودش هم کمک ها رو جذب بکنه، هم تلاطم بازار رو کم بکنه.
دو سه ماه پیش بود که قیمت لیر در مقایسه با پوند، دلار و یورو به حد اکثر خودش رسیده بود. اما وضعیت وقتی که اضطراری شد، دست کم سیاستمدارانش با ابزارهای محدودی که در مقایسه با کشورهای دموکرات دنیا دارن تونستن تلاطم‌های اقتصادی رو کم بکنن. انواع اقسام واکسن ها رو وارد کردن، با کمپانی های مختلف قرارداد بستن، لایه به لایه، شبکه به شبکه، از شهرهای مختلف به ویژه شهرهای حساس بزرگتر شروع کردن و در نهایت پیک بیماری رو کم کردن. و الان آن چیزی که هست در بعضی از شهرهای ترکیه، واقعا وضعیت بهش میگن سبز شده، یعنی علائم بیماری تکاتوک دیده میشه، انقدر نیست که حساسیت باشه. هم مردم هم کاری کردن، هم دولت ترکیه خوب نقش بازی کرد، در واقع نقش بازی کرد به معنای مثبت، و هم سیستم کلن ساختار بهداشت و درمان ترکیه به موقع گرفت، به موقع چارچوب بندی کردش و به موقع قرنطینه رو رعایت کردن. واقعا الان نظرم که هنوز به بعضی از محلات که سر میزنید مشخصه که شهر یک شاید به نوعی حکومت نظامی برقرار باشه. از ساعتی به بعد واقعا تردد نیست، مگر آنهایی که بخواهند به بیمارستان مراجعه بکنند. هم مردم رعایت میکنند، هم جریمه های سنگینی گذاشتن، از اون طرف خدمات رو هم میدن. ببینید بعضی از ساعت های شهر، مثلا از صبح ساعت کاری که اداری شروع میشه تا 2 بعد از ظهر، بیشتر به سالمندان خدمات نمیدن. از اونجا به بعد تلفن هایی هستند که تماس میگیرن، ضروریات هاشون رو برطرف میکنن، براشون تهیه میکنن. درسته شاید مقایسه بکنیم اگر وضعیت کرونا رو در غرب با توجه به جمعیت، از شرق ترکیه وضعیت مقداری فرق داره، چون توسعه اینور بیشتره، شهرهای توریستی و درآمدزای ترکیه هم بیشتره، تمرکز دولت هم روی این که پاکسازی این شهر رو زودتر صورت بگیره هست. اما به مراتب وضعیت روحی مردم وقتی باهاشون صحبت میکنی با خیال جمعتر نسبت به آینده صحبت میکنن. اون حمایت هایی رو که دولت حداقلی میتونست از اصناف بکنه کرده، و دقیقا هم برعکس میبینی با مردم ایران، با هر کسی که صحبت میکنی ناامیده، گویی ول کردن. هم حاکمیت وضعیت رو ول کرده، هم مردم دیگه سر شدن به وضعیتی که هستش. مدام هم اخبار تلخ میاد، یک روز فوتبالیست ها و مشهور، یک روز پرستار ها، و اونهایی که خب مطرح تر هستن بیشتر سر زبان ها میان، رسانه ها بیشتر به وضعیت اونها حساس تر میشن. ولی خب انواع و اقسام بیماری ها هستن در بعضی از شهرها، در کنار کرونا هستش، افرادی که از طبقات پایین تر، مستضعفین، رنج کشیده ها از بین میرن، و خب چندان هم حکومت براش فرقی نمیکنه. من فقط اینجا تنها چیزی که به ذهنم میرسه، اون همه تبلیغاتی که کردن چه شد؟ اون اختراع سپاه چی شد که قرار بود کرونا رو از فاصله دور تشخیص بده؟ اون همه خرج مخارجی گفتن برای تولید واکسن میکنیم چه شد؟ یک روز میگویند واکسن ایران مشتری خارجی پیدا کرده، یه روز میگن اصلا به مرحله تولید نرسیده. یک روز مجبورن دست به دامن سیستم خدمات و بهداشت کرونا در درمانی کوبا بشن، یک روز ما باید نگاهمون به چین و روسیه باشه که آیا ارفاق خواهند کرد به جمهوری اسلامی، و در نهایت وضعیتی شده که ترن ها، مترو رو نگاه میکنی، اتوبوس ها رو نگاه میکنی، از بی‌آرتی گزارشی تهیه کرده بودن ساعت شب آقای میبودی، افراد تلاطم، اصلا انگار کنسروی از انسان داخل این مترو هستش، داخل اتوبوس ها هستش. وضعیت اصلا وضعیت خوبی نیست. تعارف رو کنار بگذاریم، اگر خودمون به داد خودمون نرسیم، بهداشت شخصی رو رعایت نکنیم، بعید میدونم که حاکمیت به این زودی ها بخواد به داد مردم برسه. تشکر میکنم. در انگلیس که نزدیک به رسی به آسانی 16 میلیون آقای بوریس جانسون محبوبیتش بالا رفته، با اینکه در تمام این ماهای اخیر دچار گرفتاری شده بود از دید افکار عمومی در ایالات متحده آمریکا، از 10% افراد افراد بالغ مایه کوبی شده. شمار کسانی که مایه کوبی شدن الان داره به مرز 46 میلیون نفر نزدیک میشه. اینا نشانه توفیقه، شو میده که مدیریت واقعا سهم عمده ای داشته. مدیریت و احساس مسئولیت و شایستگی حکومت ها، شاید بشه گفت بدترین کارنامه رو در این قلمرو جمهوری اسلامی داره. خب حامد جان، گزارش های آقای میمولی، فکر میکنم یک ماه پیش بودش که با هم صحبت کردیم در مورد این که خب آقای خامنه ای شنیده ها از این حکایت از این داشتش که واکسن تزریق شده، حالا برای کدوم شرکت بود نمیدونیم. یکی دو هفته بعد از اون پرسش بود که اون ماسکش رو برداشت و بعد از تقریبا یک سال اومد در به اصطلاح نشست عمومی شرکت کردش. الان نگاه میکنی لابلای عکسایی که خبرگزاری ها از نشست ها و جلسات منتشر میکنن،
هر هفته‌ای که میگذره مسئولین که ماسک نزده میان تو جلسات شرکت میکنن، بیشتر این فکر میکنم بیرحمانه ترین وضعیت باشه، اینکه اونهایی که دستشون به قدرت نزدیکتره، اونهایی که سری در سرها دارن واکسن زدن، حتما خب به خانواده های اونها هم رسیده، در چند نوبت واکسینه شدن و مردم هیچ بلا تکلیف منتظرن ببینن که آقایان چه خواهند کردش و به چه کسی به دادشون میرسه. این فکر میکنم بدترین نقطه باشه، اینجایی که اگر یک درد و رنجی بود که حاکمان هم در کنار مردم تحمل میکردن تحملش ساده تر بود، ولی الان دقیقا برعکس، عده قدرتمند گردن کلفت همه چی رو دارن و عده اکثریتی از مردم هیچ. عکسایی که رسیده از عکسای فضایی، یعنی پیروزی بزرگ فضایی امارات متحده در کنار چین، در کنار ایالات متحده آمریکا، که هرسه الان نگاهشون متوجه مریخه. پیروزی بزرگ، قیاس بکنید با وضعیت موجود در میهن ما، حکومتی به سرعت سرگرم پسرفته در تاریخ، که دو سه قرن داره با امروز فاصله میگیره، و قدرت های کوچک منطقه که همه رو با آینده دارن و به پیروزی های کلان و بزرگ دست پیدا کرده. حامد جان، اون چی که الان اسباب نگرانی شده فعالیت های جمهوری اسلامی توی باتلاق بزرگی به نام سوریه، که خود این منجر شده به اختلافات چشمی در خاک سوریه بین روسها و جمهوری اسلامی، نیروهای جمهوری. روسها اصلا از بابت تلاش های جدید جمهوری اسلامی در سوریه راضی نیستن، سخت هم ناراضی. بفرم آقای میبادی. به طور کل هر کشوری زمانی که تصمیم میگیره وارد یک کارزار نظامی بشه، حالا چه در زمینه تدافعی، چه در زمینه تهاجمی، چه به صورت یک جانبه یا در چارچوب ائتلاف ها، از A تا B برای خودش پلان داره، یعنی واقع برنامه میریزه کی وارد جنگ بشه، حدود برآورد هزینه هاش، به چه منظوری میخواد وارد یک درگیری بشه، به چه منظوری عملیات پیاده میشه، عقب نشینی چیه، قراره چه اتفاقات جانبی بیفته. جنگ، درگیری ابزار خشن سیاسی است، یعنی وقتی دیپلماسی جواب نمیدهد گزینه بعدی گزینه نظامی است، که خب از جنگ سایبری شروع می شود تا جنگ های کلاسیک. جمهوری اسلامی از زمانی که وارد سوریه شد تا به امروز که در حدود 9 سال میگذره، هیچ وقت نتوانست برای خودشون تدوین کنند که چرا در سوریه. چرا؟ ما میدانیم آنها رفتند که اعتراضات مردمی رو در کنار رژیم اسد سرکوب کنند، که اسد بماند و پایگاه نظامی ایران، در واقع جمهوری اسلامی، در منطقه سر جای خودش بمونه. اما همونطوری که شما اشاره کردید، در یک گرداب گیر کردند. چرا؟ چون اولا به آن منافعی که میخواستند به صورت حداقلی رسیدند. حفظ اسد یک بهانه بود، ولی آنچه که جمهوری اسلامی میخواست اینه که بتونه زور خودش رو به اسرائیل تحمیل بکنه، بتونه پایگاه‌های نظامیش اونجا تقویت بکنه. تقریبا هفته یکی دو بار برای خلبانان جوان اسرائیلی زدن پایگاه‌های نظامی وابسته به سپاه و اقمارش دستگرمی شده سیبل. وقتی که اجساد اینها رو میارن، عموما یا از عملیات ها انکار میشه، یا بعد از 3-4-5 روز، یا حتی بعد از چند هفته، بی سر و صدا در شهر رو اجساد رو میارن، مراسم تدفین برگزار میشه. نیرو کم آوردند، بودجه کم آوردند، پلانی برای عقب نشینی وجود ندارد، به آنچه که میخواستن نرسیدند. نشون به اون نشون که 2 سال پیش یحیی رحیم صفوی از فرماندهان سپاه میگه ما تا مادامی که نتونیم اون چیزهایی رو که خرج کردیم به دست بیاریم، نمیتونیم عقب بنشینیم. ولی یادمون باشه عقب نشینی در جنگ هم خودش برنامه میخواد. این نیستش که وقتی در عرض 8 سال 9 سال ادوات و نیرو رو وارد یک منطقه کردی و اونجا مستقر شدی، بشه به فاصله کمی عقب نشینی کردش. دست از پا دراستر برگردن با حدود 7-8 هزار نیرویی که از خودشون، در واقع نیروهای ایرانی سپاه و نیروهای متعلق به فاطمیون و زینبیون و حزب اللهی هایی که اونجا از بین رفتن و جسد بعضیشون نیست. داخل پرانتز، حاشیه های این جنگ داره که همچنان راجبش هنوز گرد و خاکش نرفته و مشخص نیستش، اما شاید در موقع بهتر، وضعیت بهتر، با تحقیقات بیشتر بشه راجبش صحبت کرد. یک نمونه اون اینه، فرستادن نیروهای لشکر فاطمیون به عملیات های بی بازگشت
با هدف کشتنشون، از بین بردنشون، به خاطر دست گذاشتن روی نوامیس اینها. در واقع اونها رو با علم به این که میدونن عملیات بی بازگشت است، میفرستن به عنوان خط شکن جلو، و بعد از اینکه اونها از بین رفتن میروند به عنوان کمک های خیرخواهانه، حالا یا آخوندی که تو اون منطقه و محل هست یا اعضای پایگاهی که از اونجا اعزام شده، دست میذارن روی اینها، اینها رو صیغه میکنن، به خاطر یک لقمه نان بهشون میدن، زن و بچه هاشون رو به هوای این که به اسم این که سیر کنن تحت پوشش قرار بدن، دو سه تا سه تا چهار تا از اینها رو ممکنه بعضیاشون یک نفر صیغه بکنه. اینها مسائلی است که باید به مرور باز بشه، به مرور راجع بهش صحبت بشه و پی و دردسر اونها رو به تن مالید. این یه بخش قضیه. دومیش اتفاقاتی که در سطح کلانتر میفته، اختلافات بین روسیه و نیروهای ایران یا وابسته به نیروهای جمهوری اسلامی اونجا، مسئله است که کار رو به جای رسونده که اونها متوجه شدن حتی در مسائل خرابکاری و امورات نظامی و بزن بهادر هم با جمهوری اسلامی نمیشه کار کرد. نیروها کاملا آموزش ندیده وارد خط خطوطی میشن. اگر وقتی که اینا مسائلی بوده، سرزمینی رو میدادن دست نیروهای ایرانی حفظ بکنن، از بین میدادن، تلفات میرفته بالا، حتی مجبور شدن در بعضی از اوقات از نیروهای ارتش، نیروی زمینی، تکاوران و نوهد نیروی زمینی و تکاوران دریایی استفاده بکنن، که خب انقدر تلفات سنگین بوده که ترجیح دادن برگردن. اون چه که در واقع هستش، ظاهره قضیه است که جمهوری اسلامی در سوریه مستقر هست و به عنوان یک تهدیده. همون لحظه که اراده بکنه، به فاصله 10 دقیقه بعدش هواپیماهای اسرائیلی، پهپادها و موشک‌ها بالای سر یگانهای نظامی جمهوری اسلامی هستند. از لابلای اینها میشه فهمید که چطور اطلاعاتشون لو میره. به محض اینکه از با هواپیماهای باری بارگیری میکنند از فرودگاه مهرآباد یا فرودگاه‌های دیگه کشور، هنوز هواپیما ننشسته تو فرودگاه دمشق، میبینیم اسرائیل مطلع است، از انبار زاغ مهمات مطلع است. وضعیت تا جایی رسیده که حتی نیروهای دستاندرکارش در ایران رو زیر تیغ دارن. از اینجا یه پلی میزنیم به صحبت‌های اخیر وزیر اطلاعات محمود علوی در صدا و سیما، که میگه طراحی ترور محسن فخری‌زاده در لایه‌های خود نیروهای مسلح توسط اونها برنامه‌ریزی شده. بله، در مورد قاسم سلیمانی هم همین رو گفتم. نمایندگان مجلس، نهادهای امنیتی، الان می‌بینیم که در بالاترین سطوح وزارت اطلاعات مشکل رو می‌ندازه گردن اطلاعات سپاه، اطلاعات سپاه می‌ندازه گردن وزارت اطلاعات. درز اطلاعات به شدت افزایش پیدا کرده. یک ریزشی ما داریم می‌بینیم، همونطوری که در ریزش در حوزه اقتصاد خودش رو توی کارخونه‌ها نشون میده، همونطوری که ریزش در بخش سیاسی خودش رو در نهادهای مختلف دولتی نشون میده، در بدنه نظامی جمهوری اسلامی هم این اتفاقاتی که دارید میبینید ناشی از ریزش های پیکره نظامی است. خب جا اتفاقاتی اخیران افتاده که پیش از این ما حالا جا شاهدش نبودیم، یکی خود ترکا. ترکا دیگه در برابر فعالیت های پاری از دیپلومات های جمهوری اسلامی قرار نیست که ساکت بمونن، اکسال هم نشون میدن. این اتفاقاتی که در چند هفته یا چند ماه اخیر رخ داده نشان از تغییر مواضع ترکاست. همینطور در اروپا، در بلژیک، در آلمان، در سوئد، آقای نوری که الان در زندانه، خب اینا عواملی بودن که پیش از این میومدن اروپا و برمیگشتن و هیچ اتفاقی هم نمیافتاد، ولی الان اروپایی ها دارن حساسیت نشون میدن نسبت به فعالیت پاره از کسانی که حالا یا به عنوان دیپلمات به اونها رو میشناسیم یا کارمندان کنسولگری ها و سفارتخانه. فکر میکنید چرا ترکا تغییر موضع دادن؟ اون چیزی که برمیاد، رفتار ترکیه تقریبا توی 5-6 ماه گذشته نسبت به جمهوری اسلامی تغییر پیدا کرده. واقعا نمیشه قضاوت کرد که آیا اون همکاری هایی رو که مثلا بانک های ترکیه برای دور زدن تحریم ها با جمهوری اسلامی داشتن یا نه، همچنان برقرار است یا نه، اما میشه فهمید که بسیار محدود شده. رفتار کلا نظام سیاسی ترکیه با جمهوری اسلامی بسیار تغییر کرده و دلیلش اینجاست که حتی متحدان منطقه جمهوری اسلامی هم فهمیدن هر نشست و برخاستی با جمهوری اسلامی، با نماینده هاش، با کلا سیاست مدارانی که به نمایندگی از جمهوری اسلامی میان، درد سرسازه. انقدر وقیح شدند، انقدر در مورد دوستی و رفاقت نارفیق و ناباب و
مشمئز کننده شدن که حتی ترکیه که این همه بهشون خدمات داد در سالهای اخیر برای دور زدن تحریم ها، خاک ترکیه رو عرصه تاخت و ساز برای حذف خبرنگاران و فعالین سیاسی کردن. کوشش و تلاشی نیستش که انجام ندهند که بخوان از دوستان خودشون، اونهایی که در سختترین شرایط حتی به قول معروف برادرانه کمکشون کردن، اینها نارو نزنند. امارات به یه نوع، ترکیه به یه نوع، کشورهای همسایه رو عاصی کردند. در مورد ترکیه اما وضعیت بسیار فرق میکنه. چرا؟ چون ترکیه برای نجات اقتصاد خودش مجبور به فشارهای غرب تن بده، فشارهایی که بخشیش مربوط به حقوق بشر، بخشیش سیاسی است و بخشیش اقتصادی. علائم این فشار رو از یک طرف میشه در دستگاه‌های اطلاعاتی ترکیه پیدا کرد که زوم کردن روی فعالیت‌های تروریستی جمهوری اسلامی مثل گنگ‌ها و باندهای مافیایی که بازوی خارجی بودند در ترکیه برای پیاده کردن عملیات‌های تروریستی، و از اون طرف هم می‌بینیم که وضعیتی که داره اتفاق می‌افته کنار زدن دست‌های گروه‌های شبه نظامی وابسته به جمهوری اسلامی از مناطقی که توش درگیری است و جایگزین شدن اونها با نیروهای ترک. از اون طرف تو اقتصاد هم همین اتفاق افتاده. گزارش های متعددی میخونیم که شرکت های عراقی ترجیح میدن که با شرکت های ترک کار بکنن تا شرکت هایی که از ایران آمدن. ترجیح میدن معاملات خودشون رو، حساب هایی رو که باز میکنن، داد و ستت هاشون رو با اون طرف داشته باشن. سرمایه گذار ترک ها رو میاره. خب به همین مناسبت هیچ وقت کشوری که نتونه اقتصاد خودش رو که ساده ترین راه برای داد و ستت تقویت کنه در زمینه سیاسی نمیشه ازش توقع داشت که پیشرفت بکنه. درسته. وقتی که بررسی کارشناس ها رو نگاه میکنیم، ترکیه داره به سمتی میره که از برخی از دیدگاه ها داره امپراتوری عثمانی خودش رو، نفوذ منطقه خودش رو گسترش میده، برخی به این به چشم تهدید نگاه میکنن، ولی از اون طرف همون انقدر که ترکیه داره قوی میشه، جمهوری اسلامی در توسری خورتر میشه. همواره توسری خور شدن یک نظام حاکم بر یک کشوری ضررش دودش به چشم مردم همون کشور داره میره، همونطوری که ما داریم میبینیم در همه عرصه ها شکست خورده، در همه عرصه ها عقب مانده، و اون چیزی که بیشتر از همه به عنوان یک نظام سیاسی جمهوری اسلامی تولید میکنه تهدیده. تهدید با هدف باجگیری، تهدید با هدف باجگیری که دیگه اثر نداره. توقع داشتن که بایدن خیلی زودتر از اینها بیاد بهشون ارفاق بکنه، ولی میبینیم شرایط اونطوری که اینها میخواهند پیش نرفتن. اخیرا بابی باز شده براشون که آیا میتونن در یمن با ارفاق بدبستانی بکنن، حوثی ها عقب نشینی بکنن، وضعیت اونجا آرام بشه. انواع اقسام تحلیل ها میاد بیرون، دلال های جمهوری اسلامی در آمریکا در مؤسسات مختلف می نویسند که میشه با عربستان رابطه مستقیم قرار گرفت، ولی اینها همه دور باطله. ذات جمهوری اسلامی اصلاح پذیر نیستش، این رو در همه عرصه ها نشون میده، و این اتفاقا بدتر هم شده. چرا؟ چون لایه های از نظام اومدن الان در رأس قرار گرفتن که دیگه نه میتونن هویت انقلابی رو داشته باشن، نه جذب دنیای مدرن و دنیای آزاد شدن. افرادی بلا تکلیف، بی هویت، که حتی برای جذب همپیمانهای آشوبگر خودشون تو منطقه به مشکل خوردن. همه و همه اینها نشون میده که منطقه، این چیزی که حدسه، شاید هم اشتباه باشه، فقط نظر شخصیه، هر چقدر که میشد در دولت ترامپ پیش بینی کردش که جنگ یا یک درگیری احتمالش کمه، اون چیزی که میشه برآورد کرد اینه که جمهوری اسلامی خودش رو و ملت رو و کشور رو داره میبره به سمت یک درگیری نظامی. همواره قرار نیست که سر موشک‌ها مذاکره بکنن، اگر هم مذاکره کنند به نتیجه نخواهد رسید. سر مسائل اتمی تا یه حدی میتونن مذاکره کنن، از اونجا به بعدش نه. سر مسائل منطقه‌ای هم همینطور. شاید این یکی دو روز گذشته مهمترین اتفاقی که در عرصه تحلیل خبر افتاد، یکی دو مصاحبه از شاهزاده رضا پهلوی بود. در مصاحبه با اسرائیل حیام اشاره میکنه که ذات جمهوری اسلامی تغییر ناپذیره و با نفوذی که در بین شبه نظامیان داشت، با پولی که از برجام سال 2015 به دست آورد کاری کردش که حتی اگر انرژی اتمی رو، در واقع تهدیدات اتمی رو ازش بگیرن و تهدیدات موشکی رو ازش بگیرن، این شبه نظامی ها باز هم کار جمهوری اسلامی رو برای باجگیری راه میندازه. موازی با اون گروه های تروریستی جدید رو دارن تقویت میکنن، با طالبان و القاعده رو هم ریختن، گروگانگیری های جدید شروع میشه که احتمالاً ممکنه بخشی از اونها شهروندان اروپایی باشن چون با اروپا سرشاخ شدن. همه اینها میبره جمهوری اسلامی رو به جایی که شاید سناریوی شبیه قذافی، یا نه به اون جنگ، ولی خب به درگیری نظامی احتمالا. اگر
تشکر میکنم حامد جان، خیلی سپاسگزارم، وقت تمام شدم یا نه. سپاسگزارم حامد محمدی عزیز، روزنامه نگار، تشکر میکنم از رضا کیهان. تا گفتگوی دیگر حامد جان. متشکرم از شما.